جرمی یک مرد خوش‌چهره از تبار انگلستانه که 27 سال در کشور مالزی زندگی کرده. آقای جرمی تصمیم گرفته که نهار روز کریسمس رو با بچه‌هاش صرف کنه و کادوهاش رو بهشون بده و البته مطمئناً بچه‌هاش هم کادویی برای پدر مهربونشون خواهند داشت. وقتی از آقای جرمی خواستم که برامون یکی از آوازهای کریسمس رو بخونه، خیلی با صراحت گفت خجالت میکشم. در مورد بابا نوئل سوال کردم که ایشون اطلاعات جالبی رو بهمون داد. اسم اصلی سانتا کلاس یا همون سنت نیکولاس رو برای ما شرط دادن و گفتن که همه کادوها رو این پیرمرد خوش چهره برامون میاره. رفتن به کلیسا یکی از اولویت های اون در کریسمس خواهد بود. در مورد درخت کریسمس هم گفتن که درخت کریسمس یک درخت برگ سوزنی همیشه سبزه که از بدو مسیحیت وجود داشته و مردم درخت برگ سوزنی همیشه سبز رو در محل مسابقات دوئلشون با خودشون به همراه می آوردن که به نشانه جاودانگی و پشت سر گذاشتن زمستونه و در خونه هاشون از اون استفاده می کنن برای به وجود آوردن یک زندگی خوب و رو به جلو و به این امید خواهند بود که همه چیز در سال جدید خوب پیش بره و بهترین ها رو برای همدیگه آرزو میکنن. از شما خیلی ممنونیم آقای جرمی برای اطلاعات خیلی خوبتون. نهار خیلی خوب و خوشمزه‌ای در کنار خانوادتون داشته باشین. سه بانوی ایرلندی از یک خانواده ایرلندی که شام شب کریسمس رو در کنار پدر خانواده خواهند خورد. البته باید بگم آشپز اون شب هم پدر خانواده خواهد بود. مطمئناً کادوهای خیلی زیبایی هم برای همدیگه خریدن و در ضمن حتماً به کلیسا سر میزنن. در مورد بابا نوئل هم عقیده های خیلی جالبی داشتن. در مورد درخت کریسمس به من توضیح دادن که این روزا به غیر از درخت‌های طبیعی که توی سطح جنگل وجود داره، مردم از درخت‌های جنس پلاستیک هم استفاده می‌کنن که البته توی کشور خودشون همیشه از درخت‌های طبیعی استفاده می‌کردن. در مورد تزیینات درخت کریسمس که ازشون سوال کردم، به من توضیح دادن که از بچگی تا بزرگسالی تزیینات خاصی رو با خودشون همه جای دنیا حمل کردن. این تزیینات شامل شمع، حباب، فرشته های کوچولو و خیلی چیزای قشنگ دیگه است. بعد از چند دقیقه مصاحبه خواهر دوم بالاخره تونست با ما حرف بزنه. ایشون توضیحات خیلی کامل و قشنگتری رو در مورد تزیینات درخت کریسمس بهمون دادن. و خیلی جالبه که بهتون بگم 30 سال این تزیینات رو همراه خودشون دارن. پس ما فهمیدیم که این خانم 30 سالشه. کریسمس خوبی رو براتون آرزو میکنم. We wish you a Merry Christmas and a Happy
الان علیرضای عزیز یکی از همکاران جدیدمون که به تازگی به جمع بچه های گروه جم پیوسته در کنار ماست. علیرضا رو شما با برنامه لذت آشپزی میشناسید. علیرضا جان خوش اومدی. سال نوتم مبارک باشه. مرسی رومن جان، مرسی شیرین جان. زنده باشی. تشکر میکنم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید و من دیگه میتونم با مردم عزیزم هم صحبت کنم. بله، دوربین شما. بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که سال 2015 براتون یه سالی پر از موفقیت باشه. امیدوارم که اینجوری باشه. مرسی. علیرضا جان از خودت بگو، چی شد که به آشپزی روی آوردی و چقدر فکر میکنی که تو این کار موفقی؟ من یه چیز جالبی رو میخوام واسهتون تعریف کنم. من اومدم که درسم رو ادامه بدم، خواستم بیزنس بخونم، بعد وارد دانشگاهی شدم که دیدم که چقدر رشته هاسپیتالیتی یا همون هتلداری توش قویه و تو همین مالزی شروع کردم و برگشتم یه مقدار به عقب، دیدم که من تو سن مثلا 11-12-13 سالگی همیشه یه برنامه‌های توی خونه بودش که من آشپزی می‌کردم و حالا خاله، عمو، فامیلای نزدیک میومدن و من براشون آشپزی می‌کردم. من رفتم بیشتر تحقیق کردم. مثلا چی درست می‌کردی؟ حالا مثلا اون موقع 11 ساله بچه خیلی واسه سخت بود. مثلا چی درست می‌کردی؟ من غذایی که خیلی خوب درست می‌کردم یکی کتلت بود، یکی مرغ پفکی. این دوتا رو من خیلی دوست داشتم، چون خیلی خودم دوست داشتم، خیلی خوبم درستش می‌کردم. باریکلا. یه اومدم با این مرسی. الان چند سالته؟ من 27 سالمه. البته دارم میرم تو 28 سالگی. پس من اومدم بیزنس بخونم، بعد یهو وارد دانشگاهی شدم که دیدم چقدر اون چیزی که من دوست دارم توش اون رشته قویه. تصمیم عوض کردم و گفتم که من میخوام هاسپیتالیتی بخونم و یه سرآشپز بشم واسه خودم. شروع کردم این درس رو و خدا رو شکر دیگه دارم تمام میکنم. خیلی راضیم از رشتم، چون دقیقا درسیه که من دوست داشتم توی زندگیم و دارم به اون هدفی که میخواستم میرسم. من همیشه دوست داشتم که یه سرآشپزی بشم که بتونم مردم رو خوشحال کنم، چون میدونید شما وقتی که آشپزی میکنید و یه غذای خیلی خوشمزه درست میکنید و حالا دوستاتون، خانواده یا هر کسی میخوره، خیلی ازش لذت میبره، یه حس خیلی خوبی بهتون میده. این حس رو من خیلی تو زندگیم دوست دارم. بخاطر اینکه میدونم الان یه چند سالی است که شما به عنوان آشپز بین‌المللی مشغول به کار هستی، در این مورد میتونی توضیح بدی که حالا چی میشه که حالا شما به عنوان آشپز بین‌المللی، یعنی این آشپز بین‌المللی رو یه توضیح بده که اصلا چی هستش، به چه صورته؟ من این دانشگاهی که توش دارم درس میخونم توی رشته من 6 ستاره است توی آسیا و شما از موقعی که شروع میکنیم به درس خوندن توی این رشته، حالا یک مقداری که میگذره سال اولی که شما رد میکنین از طرف هتل ها و رستوران ها میان که شما رو جذب کار کنن، ولی اینجوری نه که شما بخواید فول تایم برید اونجا کار کنید. مثلا یه ایونتی دارن، یه برندی هستش، یه مهمونی دارن، میان شما رو میبرن که شما برای اون مهمونی یه آشپزی بکنید که هم به عنوان اینکه شف یا همون سرآشپز آقای فلانی یا خانم فلانی از فلان دانشگاه هستن، هم برای اونها یه اسمی داره، هم واسه ما یه تجربه میشه. و چون من از اول رو غذای اینترنشنال کار کردم دیگه، این یه مدت تجربه هی رفتش بالا و من خیلی توی هتل‌های مختلف کار کردم، توی رستوران‌های مختلف کار کردم، ولی نه به صورت فول تایم، خیلی به صورت پارت تایم و همون ایونتی. بسیار. یعنی معیارهایی که برای انتخاب آشپز اینترنشنال هستش اینها به چه صورته؟ من میخوام که این معیارها رو بدونم در اصل. شما یکی این که اولین معیارش اینه که شما کجا درس خوندین و چه مدرکی دارین و چه تجربه دارین، چون که آشپز یه خاصیتی که داره اینه که شما وقتی یه جایی میرید بهتون میگن مدرکتو بده ببینم، اول میگن تجربت چیه. ما همیشه با دوستام شوخی میکنیم، استادامون بهمون میگن که شما موقعی که میرین اجا بخواین کار کنین نمیگن مدرکتو به من نشون بده، میگه برو تو آشپزخونه یه غذا واسه ما درست کن، یه قرمه سبزی درست کن دوره هم بخوریم حالا ببینیم چطوری غذا درست. دقیقاً. حالا من دیگه به حسب اون علاقه‌ای که داشتم، خب این پله‌ها رو هی سریع‌تر رفتم واسه خودم، سریع‌تر رفتم و خب کسایی هم که این کارو دیدن خیلی خوشش اومد، به خاطر همین من به اون جایی که میخوام برسم یه مقدار دارم سریع‌تر میرسم. چه رشته شادی داری؟ همه فکر میکنن اینجوریه، ولی بذارید من اینجا بگم اینجوری واقعا نیست. سخته. من خیلی سخته. یکی از خشن‌ترین محیط‌های استرسم داری؟ خیلی که خوششون بیاد. همینو میخوام بهتون بگم، یکی از خشن ترین محیط های کاری آشپزخونه است. چرا؟
چرا؟ چون که اصلا جای هیچ عذر و بهونه نیست. شما وقتی که یه بشقاب غذاتون رو خراب کنید، یه غذاتون رو خراب بکنید، صحبت سر زمانه دیگه. شما وقتی ندارین که بخواید دوباره اونو از اول درست کنید برای مشتریتون. پس خیلی همه چی دقیقه و اصلا جایی برای اشتباه کردن نیستش تو آشپزونه. تو برنامه لذت آشپزی من نکته ای رو متوجه شدم که شما غذاهایی رو انتخاب کردی که حالا در عین اینکه خیلی خوشمزه هستش خیلی سریع درست میشه. میخوام بگم که چه هدفی پشت این در از انتخاب منوها بودش؟ من دو تا هدف اصلی دارم واسه برنامه لذت آشپزی. یکی اینه که من میخوام به همه بگم که غذاهایی رو که شما میرین توی هتل‌ها یا تو رستوران‌های خیلی لوکس میخورید، من یه راه ساده ایشو بهتون یاد میدم که توی خونه درست کنید و جمع خانواده رو جمع کنید و با همدیگه ازش لذت ببرید. و یه موضوع دیگه که من خیلی روی اون موضوع بیشتر فوکوس دارم اینه که راه آسون غذا درست کنید، چون خیلی از آدما عذرشون واسه آشپزی اینه که آشپزی سخته، وقت ما رو میگیره، حوصله ما رو. ولی این غذایی که من درست میکنم شما توجه کرده باشید دیگه ماکسیموم نیم ساعت تا 45 دقیقه شما میتونید یه غذای خیلی لوکس رو درست کنید. دقیقاً. آره این خیلی جالب بود. من هر قسمتی رو که میدیدم دقیقاً متوجه میشدم که خب این غذا چقدر سریع داره آماده میشه. و تمام یکی دو تاشو امتحان کردم، خیلی خوشمزه از آب در اومد. دقیقاً. عکس غذایی رو که درست کردی حتما فیسبوک برنامه حتماً می‌فرستم. پس چقدر خوبه، چقدر خوبه که این برنامه هم در راستای رشته‌ای که دوست داری، رشته‌ای که از کوچیکی آرزوت بوده. دقیقا. و امیدواریم که با جلو رفتن توی این برنامه هر روز و هر روز بهتر و بهتر بشی. ممنون. و برنامه‌ت کامل‌تر بشه تا بیننده‌های عزیزمون هم با غذاهای اینترنشنال و بین‌المللی که درست می‌کنی آشنا بشن و لذت ببرن. ممنونم، مرسی. من واقعاً بزرگترین آرزوم اینه که بتونم همه هموطنان ما هر جای دنیا که هستن با این غذاها خوشحال کنم، غذاهای جدید بهشون یاد بدم و از غذا لذت ببرم. برای همینم اسم برنامه ما لذت آشپزی. میخوام لذت رو واقعا بیارم به آشپزخونه ها و همه دوستانمون هر غذایی رو که دوست دارن. خیلی راههای جدیدی واسه آشپزی الان هستش که اونا رو من واقعا دوست دارم با همه شیرش کنم و در اختیار همه بذارم و هم ازش استفاده بکنم. این تیکه کلام لذتشو ببرینم از همینجا اومده، درسته؟ دقیقاً. لذتشو ببرین. لذتشو. سوالی داشتم ازت. معمولا توی وقتی که سال نو میاد، خب هر فرهنگ و آدابی در اصل یه سری رسومی دارن برای خودشون. مثلا ما ایرانی ها رسممون اینه که خب سبزی پلو با ماهی درست میکنیم و دور هم جمع میشیم و در اصل جشن میگیریم. میخوام ازت سوال کنم که حالا تو به عنوان یه آشپز اینترنشنال که خیلی چیزها رو راجع به اصطلاح فرهنگ‌های مختلف میدونی، بقیه چطورن؟ یعنی در سال نو میلادی اونا چطوری جشن میگیرن؟ غذای خاصی مثلا استفاده میکنن؟ اتفاقا خارجی‌ها هم روی موضوع خیلی حساسن. اونا هم یه سری شب‌هایی رو توی سال اختصاص به این میدن که خانواده حتما دور هم جمع بشه و یه غذایی رو توی خونه درست کنن و ازش لذت ببرن. شب سال نو هم یکی از اون شباست که واقعا توی خونه یه بزرگتر یه غذایی رو درست میکنه و بقیه فامیل های نزدیک و خانواده رو دور هم دیگه جمع میکنن و از اون غذا لذت میبرن. این توی تمام آدم ها به نظر من روی کره زمین خیلی مشترکه که یه چند شبی رو در سال یه بهونه‌ای درست میکنن که کل خانواده داره هم دیگه جمع بشن و خیلی هم این حرکت به نظر من قشنگه. پس تقریبا همه عین همه. تقریبا بله، همه عین همه. بسیار خوب علیرضا جان، خیلی ممنون از اینکه به برنامه ما اومدی. خیلی خوشحالمون کردی در کنار ما بودی. مرسی، ممنون از شما. موفقیت میکنیم. ممنون. از برنامه لذت آشپزیت هم خیلی لذت بردیم. ممنونم. لذتشو بردیم. لذت هم میخوایم ببریم هی بیشتر بیشتر. امیدوارم که این برنامه با توجه به سختی هایی که داره، چون برنامه روزپخش، اونم برنامه آشپزیه، میدونیم که خیلی سخته، ولی امیدوارم که بتونی ادامه بدی و ما همچنان از این برنامه لذت ببریم. من رامان جان اگه اجازه بدیم، من خواستم یه تشکری از واقعا همه هموطنان عزیزم به خاطر تمام ساپورتایی که میکنن این برنامه رو بکنم و بهشون قول بدم که هر چی میریم جلوتر سورپرایز های بزرگتر هر چی میریم جلوتر سورپرایز های بزرگتری در انتظارتونه. زنده باشی عزیزم. ممنونم. مرسی. مرسی. ممنون. خب
میریم قسمت بعدی برنامه رو با هم ببینیم، برمیگردیم.